LG G4. سلام علیکم بیننده های خوب و صبور و دوست داشتنی تیوی پلاس. الان ساعت 2 صبح و من و حمید فرهانی و بچه های دیگه تیوی پلاس اینجاییم تا یه گفتگوی خیلی متفاوت بگیریم. این بچه الان باید سر خونه زندگیش باشه، بعد از یک هفته ازدواج الان ساعت 2 و داره کار میکنه. من به نوبه خودم تشکر میکنم. قربونت برم. ولی این بچه نباید الان سر خونه زندگیش باشه. ما خانه بدوشیم. تو که در شرفی شرف ازدواج دیگه. حالا در شرفی. ولی واقعا به خاطر اینکه با یه آدم خیلی خوب و دوست داشتنی قرار داشتیم، تصمیم گرفتیم که دوتایی بیایم. شیطنت هم کردیم. راستش اینه که من قبل از اینکه بیام سر این مصاحبه اصلا خوشم نمیومد از حامد زمانی. خب تعارفی نداریم. تو خوشت میام. من یه بار باش مصاحبه کرده بودم 3 سال پیش. همین حس تو رو داشتم قبل اینکه بشینم رو به روش. وقتی نشستم دیگه و بعد علاوه بر اینکه خوشم نمیومد، فکر میکردم که دعوامون میشه سر مصاحبه. اما الان هم فکر میکنم که یه بچه‌ایه که همونطور که من و تو میتونیم حرفامونو بزنیم، اونم خیلی راحت حرفاشو میزنه و بعد انتقادا رو میشنوه، یه جاهایی قبول میکنه. یعنی ما امروز خیلی حرفای زدیم که شاید هیچ وقت کسی به خاطر اینکه ازش میترسن جرئت نداشتن که بپرسن. ولی واقعا بچه صبور و خوب و دوست داشتنی بود که ما این مصاحبهمون فکر کنم چندین قسمت میشه دیگه. آره دیگه، حداقل فکر کنم 4 قسمت میشه. دمش گرم خدا وکیل، واسه صدر کامل و با روی خوش به تک تک سوالای ما جواب داد و خیلی از خود ماها که قضاوتش میکردیم به نظر من واسه خود من که برطرف شد. آره و خواهشن یک دو تا نکته اینه که فوش ندین زیر کامنت ها، خواهشن منم رو تیتر قضاوت نکنیم. مصاحبه رو ببینیم. فکر کنم شما هم اگه مثل ما این چند دقیقه مصاحبه رو پای صحبت های حامد بشنوی، شاید این مقدار نظرتون عوض میشه. و حداقل یعنی من خودم امشب شرمنده شدم وقت قضاوتی که قبلا میکردم دیگه. اشکاتو جمع کن. اشکاتو کی؟ اشکاتو پاک میکنه. مصاحبه چیه؟ من لابی دارم. به ترور فکر میکنم. پس میشه به ترور فکر میکنم / لابی دارم / علیزیو آسان کاری نداشته. خیلی بریم گفته گروه متشکرم. آذر به سینه زنی میخونه عشق منش تو کل دنیا فقط حسین دل سوزمه یکی یکی هیتا مسیر هر روزمه السلام السلام ای شهید کربلا ماه روی نیزه میکشی خیلی مرسی که دعوت ما رو برای گفتگو قبول کردید. سلامت باشین. حالا هم خودت میدونی هم میخوام بیننده‌ها بدونن که این مصاحبه ما دوست داریم که متفاوت ترین مصاحبه تو باشه. یعنی حتما پینگ پونگ خوبی بازی کنیم با هم. یعنی شما موافقی؟ حامد که ماشاءالله عالیه. پینگ پونگ مصاحبه کردن. بس صراحتش دیگه. آره میشه من حرفش رو رحم کنش. ما در خدمت. یه سلام علیکم بیننده‌ها بگو تا شروع کنم. بسم الله. سلام عرض می‌کنم خدمت همه بیننده‌ها و طرفدارای واقعا حرفه‌ای و با کلاس و با فهم و شعور تی وی پلاس. امیدوارم که یه مسابقه خیلی خیلی خوب بشه امشب و از دیدنش لذت ببرید. ان شاء الله. من شروع کنم؟ بله قربون. حامد تو توی مسیری وارد شدی که شاید هر کسی تو هر کشوری حتی جرأتش نداره. اونم اینه که در مورد یه سری چیزا می‌خونی که شاید خیلی فوش بخوری. چرا این کار کردی؟ با توجه به اینکه تو قبلش آلبوم حضرت ماه رو که یه آلبوم کامل عاشقانه بود جمع کرده بودی، اما قبل از این چرا آلبوم بله. آره رفتی توی فضای ارزشی کار کردی پیه خیلی چیزا رو بتنید مالیدی از جمله فوش خورد. ممنون که اولش تکلیفمون روشن کردیم و فهمیدیم که حالا کاملا ادبیاتمون اشتراک داره. هنوز ما توی واژه ارزشی یا مناسبتی یا انقلابی خوندن گیر کردیم. امشب امیدوارم تکلیف این داستان مشخص بشه که ارزشی خوندن یعنی چی. خدمتتون عرض کنم که تا اونجایی که حالا هم شما میدونین و هم مخاطبین میدونن، بله ما به خاطر اینکه حالا امرار معاش من از طریق موسیقی بود، ملودی میساختم، شعر میساختم، شعر میگفتم و عمدتاً فضای موسیقی ما هم فضای موسیقی عاشقانه بود، مجبور بودم که حالا تو فضای عاشقانه
کار کنم شعر و ملودی بفروشن. حالا نه با قیمت های آنچنانی، ولی اول کارمون بود و مجبور بودیم اینجوری فعالیت کنیم تا اینکه و همینجا میگم که خب هر کسی که وارد فضای موسیقی میشه نمیتونه بگه که من به خاطر دیده شدن دیده نشدن یا به خاطر عدم معروفیت یا به خاطر دلم بوده. حتما محبوبیت و معروفیت و دیده شدن لحاظ میشه واسه همه و ما هم به این نیت وارد موسیقی شدیم اولش. یعنی اگر بخوای دیده بشی و اگر بخوای مطرح بشی و به هدفت برسی باید دیده بشی. تا اینکه صدای ما رو یکی از کمپانی‌های حالا خیلی خیلی معروف اون موقع که هنوزم دارن کار میکنن شنید و رفتیم پای میز قرارداد صحبت کردیم، کارا رفت جلو، به یه جایی رسیدیم که اون شکافه، حالا دیگه میدونین اون شکافش صورت گرفت. یعنی من میخواستم از یه سری چیزایی بخونم که اونا میگفتن خریدار نداره و مخاطب اصلا نداره، که همونجا کلن داستان قرارداد ما منتفی شد و من رفتم پی کار خودم، دوستانم پی کار خودشون. از همونجا اولین کار من شکل گرفت که تیتراژ دیروز امروز فردا بود، که به خاطر اینکه سابقه نداشتیم، اصلا قبل از من کسی تو این فضا کار نکرده بود، مدیر برنامه‌ای نبود که من راهنمایی کنه یا حتی یه کسی که قبلا تو این فضا فعالیت کرده باشه بتونم به حرفاش گوش بدم، آزمون خطا کرده باشه، اشتباهاشو تکرار نکنم، دیگه دلو زدیم به دریا. یعنی از همون موقع دومین کار من که تحریم بود وارد یه ادبیاتی شدیم که تا الان اگر به من حامد زمانی میگفتن یه موزیکی به اسم تحریم گوش کن خب گوش نمیکرد. این دریا اگر یه قصر کم شد به جاش بارون هم سریز میشه، من از آخر بازی نترسون، ادبیات فرق میکرد، نوع کلامه به قول شما فرق میکرد و اون صراحت لازم رو داشت. جوری این کار تحریم پخش شد و خب مورد استقبال قرار گرفت که خیال من راحت کرد از اینکه میشه یه سبکی داشت به اسم موسیقی ارزشی که در چارچوب ارزش‌ها فعالیت کنه و اصلا نپردازه حالا به فضا موسیقی عرف روز که همون موسیقی عاشقانه است و یه خلاف مسیره بازار حرکت کنه. یه جورایی اون موقع بازار دسته، یعنی هنوزم دسته موسیقی عاشقانه است و این حرکت شروع کردیم به حول و قوه الهی تا الانم ادامه دادیم. ببینید پول خوبی هم برات داشته؟ خدمت هست کنم بله پول خوبی هم داشته، به خاطر اینکه نفر اول بودم و خب همیشه نفر اولیا عمدتا تعیین کننده هستن. یعنی تو هر کاری هم بازار میتونه دستشون باشه تعریف کنن و همین که میتونن به عنوان چون نفر اولن طبیعتاً به عنوان شاید حرفه‌ای ترین آدم اون سبک معرفی بشن. حالا نمیدونم تا شاید موفق بودیم، ولی خب تو سبکی که من دارم کار میکنم حداقل میتونم بگم که نفر اول این سبک بودم تا به الان. بوده آسرود انقلابی ما داشتیم، حتی موسیقی داشتیم، موسیقی که حالا پاپ میتونسته نباشه، یعنی پاپ نبوده طبیعتاً و خیلی هم دوران طلایی داشته، همه ما هم حفظیم سروداشونو. منتها تو این دوره افول که 30 و اندی سال طول کشید و ما هیچ کسی نبود که از این حرفا بخونه و خب مخاطب من اینو ثابت کرد که نبود، اگر بود طبیعتاً این استقبال با این استقبال مواجه نمیشد. میتونم بگم که تو این حرفی که من دارم میزنم به لحاظ هم محتوا هم فرم نفر اوله. حالا تو دوست داری محبوب شی یا مشهور؟ قاعدتاً همه دوستان محبوب باشن دیگه، ولی حامد دوست داره به سنگ بزنم. اصلا میسته فوش بخوره. نه در واقعا چی داشته اعتقادش که سنگ بزنه ملامت کردی به خاطر جریانی که داره درست میکنه تو کار خودش، یا من حاضرم مثل کارم سنگم بخورم. خدا وکیلی آقا مصطفی حمید جان، اولین باره که دارم یه ذره خیلی وقت آدم مسابقه میکنه همیشه دوست داره که نگه از خودش، ولی بعضی وقتا من زمانی اعلام کردم که آقا من هر کی پشت سرم حرف بزنه رو میبخشم، تا اینکه با چند وقت پیش یه بزرگی بودیم گفت آقا اصلا همین حرفی که تو زدی که من میبخشم همین باعث میشه پشت سرت حرف بزنم. دیگه گفتم که آقا من نمیبخشم تا حرف پشت سر ما حرف نزنن، شایعه های ذره بخوابه.
و تصمیم گرفتم که امشب تو مصاحبه حرفایی که دو دلمه بزنم. حالا شاید برداشت بشه که داره کلاس میذاره، سعی میکنم کلاس نذارم، سعی میکنم حرفایی که حقیقت داره رو بزنم. این که همین جان میگه که دوست داره سنگ بخوره، تو ذات کار ما سنگ خوردن هست. یعنی از اولش هم میدونستم، بالاخره بیگانه نبودم با فضایی که دارم توش کار میکنم، فعالیت میکنم و حتی زندگی من درگیرشه، بیگانه نبودم. میدونستم که مخالف داره طبیعتاً هر حرفی که داری میزنی. موسیقی عاشقانه هم طبیعتاً موافق و مخالف داره، هر کسی که داره فعالیت چه برسه به کارهایی که ما داریم میکنه. به خاطر همین تو ذاتش هست سنگ خوردن، همینش کارش نمیشه، نابود میکنه آدمو. پس تو چون قرار امشب خوب حرف بزنی، مثلا ما هم همه سوالی که هست رو بپرسیم که چی مثلا من فکر میکنم که تو اصلا یه جایی این سنگ خوردن رو یه جورایی مظلوم نمایی میکنی. مثلا حامد میاد مصاحبه میکنه، میگه که آقا منو حمایت نمیکنه، خب بعد از اون مثلا ما ببینیم حامد زمانی فکر کنم بارم میزونه دو سال پیش تو سه تا تیتراژ داشتی، یعنی امکان نداره. من مثلا تو یادم برای تو سی روز سه تا تیتراژ خوب، مثلا یکی ماه اثر بود، یکی امروز اصلا نشده بود، یکی دیگه اش هم یه سریال بود یا دیروز امروز فردا بود داشت. آره این پس یعنی تو حمایت میشی دیگه. خدمت عرض کنم که خدا رو شکر که بحث به اینجا کشید. یه جاهایی خدا لطف کنه که من این بحث رو سرانجام برسونم. فکر کنم همه خواننده ها اینو تجربه کردن. یه جایی همه بازیگرام سه تا فیلم اکران دارن. بعضی از بازیگر این شبکه میزنی، این بازیگر اون شبکه میزنی. یه بار این اتفاق واسه من افتاد که حالا این سه تا تیتراژ با هم بود و همونم شد که حامد زمانی تیتر میزدن، صدا و سیما در دست حامد زمانی و رفقایش، این داره حمایت میشه، اون داره فلان میکنه. خدا شاهده اینجوری نیست. یعنی شما دقت کنید ببینید، یه مثلا مرگ بر آمریکا گزینه‌های روی میز، کارهایی که من خوندم، من اینجوری احساس میکنم، کارهایی که من خوندم اگر کسای دیگه هم میخوندن، احساس میکنم توی مثلا دهه فجر یا 13 آبان یا توی اون حادثه غزه مطمئنن پخش میشد. ببینید مثلا مازیار فلاحی کار لیلا رو خوند، پخش شد. یا هر کس دیگه ای که برای شهدا خونده، صدا و سیما پخش میکنه چون وظیفه‌شه پخش کنه. ولی انقدر که شاید یه زمانی بولد شد و یه چیز، یه سری صحبت ها برای اولین بار بود شنیده میشد، شاید به مزاق خیلی خوش نمیمد، شاید فکر میکردن که من اومدم مبارزه کنم با مثلا موسیقی عاشقانه، من اصلا شمشیر رو از رو کشیدم، این که داره حمایت میشه، این که باباش اطلاعاتیه، این که باباش شهید شده، این که باباش جانبازه، این که با فلانی در ارتباطه. واقعا اینجوری نبود. یعنی من، همه میدونن که من بچه یه شهری هم که شاید یه ذره از روستا بزرگتره، من بهش افتخار میکنم همیشه، ما بچه شهرستانی هم که نه، یعنی میمه شاید 7000 نفر جمعیت داشته باشه، پدر من یه معلم بازنشسته خیلی خیلی ساده، و من دیگه حمید میدونه که زندگی ما چجوری بود موقعی که شروع کردم. تو پارک میخوابیدی دیگه؟ آره دیگه، البته این مظلوم نمایی نیستا، اینو من مجبور شدم تو جواب مجبور شدم آقا مصطفی تو جواب حرفایی که میزدن بگم این حرف رو، که واقعا اون حمایت اولش نبود. من محمدرضا ماندگاران شاهده که، یا مثلا آقای رنجبران شاهده که من برای اولین تیتراژم چقدر میدویدم. یعنی همین ارگانای بارها گفته، همین ارگانایی که الان من لطف دارن، در همهشون رو زده بودن، ولی قبول نمیکردن که اصلا این موسیقی نیاز هست که وجود داشته باشه. الان ما به این نتیجه رسیدیم که خب نیاز هست که وجود داشته باشه، این حرفا رو به زبان موسیقی بزنیم، خیلی مخاطب داره. ولی واقعا اون موقع حمایت نمیشد. یعنی زندگی من داشتم که من شاید برای اینکه بتونم صبحمو شب کنم، مجبور بودم یه جایی دو تا شعر و ملودی بفروشم، در روز دو سه تا شعر و ملودی بفروشم تا بزنم شب اونجا بخوابم. یعنی یک سال، حالا خانواده من نمیدونم، امیدوارم الان که میشنون تعجب نکنن، همیشه من میگفتم اوضاع اوکیه و الان داریم فلان کارو میکنیم، هیچ وقت نذاشتم بفهمن. ولی واقعا شرایط سخت بود. یعنی دو سه سال کلاه سر من گذاشت، منو وارد یه فضایی کرد که نمیدونستم چه بلایی داره سرم میاد. کی کلاه سرت کرد؟ اونایی که آلبوم تو خرید بودن. آره، کسایی که قرار بود آلبوم منو بسازن و منو وارد یه فضایی کردن که اصلا دروغ دیگه. الان همه بچه‌ها درگیر این فضا شدن، کسایی که الان، همه کسایی که چه معروفن چه معروف نیستن، یه کلاشون برداشته شده مطمئنا و میفهمن که من چی میگم. ولی واقعا اینجوری نیست، و واقعا اینجوری نیست. ببینید الانم شما نگاه کنید کارهایی که من دارم، به نظرم
یه جاهایی ما پشت تریبون اعلام میکنیم که آقا ما وظیفمونه چه از ارشاد بگیر تا توزیع هنری، چه سازمان تبلیغات، وظیفمون از هنر انقلابی دفاع کنیم، وظیفمون از هنر انقلابی حمایت کنیم، وظیفمون اشاعه هنر انقلابیه. ولی آیا در عمل اینجوری بوده؟ خدا شاهده نبوده. یعنی الان ما داریم میفهمیم که حتی شما دیگه در جریان هستین، دوستان من در جریان هستن که ما اومدیم خودمون یه سازمانی راه انداختیم، یه گروهی راه انداختیم که خودمون خواننده تربیت کنیم، خودمون بهشون خط بدیم، ولی واقعا حمایت نمیشه. اللهم ارن طلعت الرشیده، دیگه جونم به لب رسیده، همه دنیا ازم بریده، تو اما نه. اه میبندم دیگه اشکاتو در نیارم، ولی سخت دوم بیارم، توی عشق تو کم میذارم،